نام خدا. سلام، خوبیم، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم با یک برنامه از سری برنامه مهمانی. دلمون تنگ میشه گاهی وقتا برای یه نفر که خیلی دوستش داریم، دلمون تنگ میشه، قصه‌دار میشیم، ناراحتیم، ندیدیمش. ما اینجا یه نفر رو داریم که دلش تنگ شده. خونه یه مادر بزرگ شادی و مادر بزرگ دلش برای مادر بزرگ قصه داره کنار خونه ما همیشه سبز زاده. بسته صد باری خونه مادر بزرگ خونه مادر دونم کردی؟ آی قیمه خانم، اما چه وای سون سیده موامو شفید کردی دیگه، شادام نیشتم. چقدر اینو میخونی بچه؟ خیلی یه بار معلوم، من اومدم یه بار خونده. صد بار خونده، شبا میخونه، شبا میخونه، زهرا میخونه، بسته دیگه. اما آدم جون، قیمه خانم دلت برای مادر بزرگ تنگ شده دیشه؟ آقای دیشه، دلم خیلی برش تنگ شده. آخه شما کسی دارید دلش برش تنگ شده؟ بله، ما همه دلمون تنگ میشه برای کسانی که دوستش داریم. خب الان قیمه خانم اینجاست، فکر کن مادر بزرگته، باش حرف بزن. ماما جم، من مادر بزرگ تو هستم. آره دیگه، فکر کن مادر بزرگته، باش حرف بزن، درد دل بکن. یعنی یعنی فور اگزمپل ها؟ آره دیگه، ماشالله دیگه. خانم دوستی، دلم هم خیلی برای تنگ شده بود. منم دلم برای تنگ میشه مامان جان. ببخشید اگه تنهات گذاشتیم. نکنه اینطوری قلبم تیکه تیکه میشه. خیلی نتونستیم بد سر بزنیم. مامان اشکال نداری، شما هم کار رو دست داریم، میفهمم. اقدر دلم برای کلم پلوهت تنگ شده بود. ایگور قلبم برای درست میکنم. با کلم قمری درست میکنی ها؟ با کلم قمری درست میکنم. با آبگوره تفتیش میدی ها؟ با آبگوره تفتیش میدم مامان. با کوفته قلقلی دیگه نه؟ با کوفته قلقلی همون جوری که دوست داری؟ بعد اصلا کاسه کنجبین بهم میدی نه؟ هرچی بخوای میدم به ماما جانم. بعد اجازه میدی یواشکی از تو کیف پولت پول بدزدم؟ چرتوفه دیگه نگو گل قلبم، هستی زردالو. میای تو قشنگ با زن و بچت میای، برات سفره میچینم، شادام شادام دورم میشینیم، میگیم و میخندیم، نوه هم قد و نیم قدم میان میشینم. قیمه خانم، تیک ایت سلولی آمون جون، تیک ایت سلولی، وایسا یه ریوایند کنیم. گفتی با کی؟ با زن و بچه ها با زن و بچه ها دیگه، دوست زن و بچه تو ببینه. خب مادر بزرگه دیگه. اینطورش آقی ویج، زن و بچه کجا بود؟ اما حالا چرا من؟ وای می؟ حالا مثلا میگه درست قیمه خانم، مثلا میگم همین تو این بچه رو اینجوری خراب میکنی، نمیجاری سر و سامون بگیره. این مادر بزرگه میخونه الکیه. این تناش بچه من تناش تماش جاجم، به فکر این بچه نیستی، این بچه باید زن بگیره. خب چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ همچنین واسیم دستمونو نگرده بگیم چیکار بکنیم؟ اصلا تو هم به فکر این بچه نیستی، برو کنار. قیمه خانم، برو کنار. چه من سیب کردی؟ من خودم درستش بکنم. دوزنی روی یکی دیگه گیر کنه. چه من؟ چه چاچا مامان بیا اینجا، بیا اینجا، چاچا اینجا، کاکولی سرخی نه، باش اینجا، جان چنگین باش، باش اینجا، اینجا تکون نخور. چطوری چاچا؟ سلام سلام آقا دیجی. چاچا اینک نزده، ما چشای توسی شد دیدیم جان. بفهم ویجی. بعد دوروبر تو یکم خوب نگاه کن. بعد دیدم کی اینجا هست؟ آقا ایده شما با کت خانم. آه پس دیدی؟ با
بله. پس من هستم و تماس هست و دیگه چی هست؟ کت خانم. پس غیر از مادر بزرگه کسای دیگه هم هستن. قیم خانم باری سر اصمت چه سوال هوش میپرسی؟ آن باری سر اصمت چی میخوایی بگی؟ اون فلفلیاتو بزن کنار. خب ببین کتم اینجا هست. بله کت خانم هستن. چطور کته؟ خوبم. داشتم غذا درست میکردم. چی درست میکردی؟ داشتم کلم پلو درست میکردم. کلم پلو؟ 100% جالبه. باش تو یعنی با کلم قمری؟ با کلم قمری. با کلم قمری درست میکرد. با آب گوده تفتش دادی؟ نه با آب لیمو. خب کنسل. چرا؟ من با آب گوده دوست دارم. ویجی بله باشه جونم. آروم باش جونم. بگو تو با کته ازدواج میکن. چجوری چه بود؟ مادر جان یه آدم این خبر رو اینجوری نمیگه. آقای بس که من رو اینجوری بگم من سکته میکنم آخه واقعا. نکن این کار رو آخه. بلند شو بزن پشت بابین. آروم آروم شو. چقدر منو میخواستین؟ چیز مهمه اینه. چیز مهمه اینه. صحبت ازدواج بود قش کردین. تو کاما بوده؟ نه نه هیچ. خوبه خوبه. چند سالمه؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ یواش بگو اینا. یواش بگو اینا یواش یواش نمیشه. اینا باید همین الان این هرچی من میگم اینا باید با هم دیگه ازدواج کنن. قیمه خانم اول باید یک تو نو ایچ آدر بتر بکنی مینه آقیده چندکی که نمیشه. تو فرفری هستی اینا فرفری هست. تو قد بلند هستی اینم قد بلند هست. تو هنرمند هستی اینم هنرمند هست. جفتتونم بی خاصیت این بهش دردی هم نمیخوره. آه 100% با هم ازدواج میکنم. خیرج من باید کانه بشم آقای. آقای رج شما میدونین که این اصلا باب میل من نیست. اصلا این آقای دیجی یا هر مردی که بخواد بیاد تو زندگی من باید توی دشتی پر از گل سوسن یا سمن نسترن که برکه اونجا از اسب سفیدم دارد بیاد از اسب پیادش زانو بزنه حلقه به من بده. آیا من بگم بله آیا من بگم نه؟ آقای دیج کت خانم خیلی واقعا شایسته و برازنده هستن ها ولی اقدر ماشاءالله اقدر حرف میزنن که اصلا من اون مخم سود. سلام علیکم. تشکر میکنم. خیر مقدم عرض میکنم. خوبی این چه خبر؟ ببخشید من این کار داشتم یه لحظه دیر رسیدم درسته؟ برنامه شروع شده؟ چی شده؟ بله شده. نه الان داشت قیمه خانم میخوان این دوتا با هم ازدواج بکنن. دارن صحبت میکنن که با هم ازدواج بکنن. پیشنهاده. مبارکه. ببینم دی جی مهریه چقدر گفتی؟ چی ده مبارکه با امو فور اگزمپل جوشی؟ نه ببین الان داغی نمیفهمی. من باید اینجا میبودم چرا انقدر عجله کردی؟ آقا اینش بهش بگید فور اگزمپله امو بیر جست کیده. آی تماس عروسی و تو تالار مجلل میگیری فقط هم من میخونم ها. نیازی هم نیست خودت بیای پشت دستگاه. من نوازنده میارم. خب تو باید مهمونا سر بزنی بعد عسل باید انگشت اینجوری بزنی تو عسل و اینا. اصلا درگیری نمیشه. آقای شبا شیربهار ما باید بگیریم. از زیر لفظی هم من باید بگیرم. اون نباید بگه که اجازه بده من خانواده دومادم با من اصلا اینجوری حرف نزن. پسر دست گلم همینجوری گرفتن. ببینم اسم بچه رو کی انتخاب میکنه؟ آقیلش دارم خواب میبینم یا واقعی؟ فردا تایم تو خالی کن باید بریم خونه بغلی پاگوشات کنی. چی کار میکنی؟ آقا من واقعا خوشحالم بالاخره این شما قسمت دوست برشون. من ازدواج کرد. آقا باده اون بچه با عرض سلام من شاباشم. امشب مهمون نمو کلی خوشحالم. دوما در دسته خوبی بچکیمه. متاسفانه تنها رفیقمه. خاک تو سرش که نزاش من بیام. بهش بگم بابا عروسی اینجوری نیست. بابا آخه با من باید با من مشکلت کنی. امو میگم همه شوخیه. چس کی دیگه تو چه جدی کردی؟ چند تا مهمون دعوت کردی بدون همه هنگی با من؟ من حولم رو یادم رفت بردادم. داره خوش میشه خوش شده. من برم حولم بردادم. خود بجایم. گودبای. باید یه شغل درسته حسابی
دست و پا کنی. فردا بچه دار میشی، مسئولیت داری برای بچه ها. شاباش گند زدی اصلا، داشتیم صحبت میکردیم قشنگ اومدی هول. آقا چی گندی؟ آقا باید به فکر بچه هاش باشی، با هنر که نمیتونه زندگی به چرخونه. فردا میبرم یه آشنا دارم تو بانک، شاید اونجا بتونن استخدامش کنن. تماس فهم خانم تماس چه رفت اینطور اینم که هست. حالا تماس شاباش ها، تو با کته ازدواج کن. شد باز تند میگه ها آقای رج. تو قدرش کوتاه، این قدرش بلند هست. اون ماش فرفریه، تو ماش صاف هست. اون هنرمنده، تو ایش هنری نداری. تو باش ازدواج کن. مادر خدمت شما. آقای رج، من در مدرس خود گذاشته نیستم. آقای تماس، من یه کار ویژه‌ای برام پیش اومده که من چی جوری؟ در خدمت شما هستیم، مشکل حل میشه. آقای رج، من اصلا سرشار از عشق و محبت از خود، اینقدر از خود گذشته نیستم با این دوتا. من بخوام وصلتی صورت بگیره، میدونین چی میگم؟ خانواده من خیلی منو به پادشاه ها میخوام بدن. ولی تو هم یه ذره تمرین کن، کمتر حرف بزن. این چطوره؟ قلبم میگیره آقای رج. بالاخره چند روز اول لاغر کم حرف بزن. کمر خجن یه ذره چنگی منگی ما. یکی بیاد کمک بکنه سالاد درست کنیم. برا اونا رو بذاریم کنار، الان میخوایم غذا بخوریم. اگر سالاد با خودم یکی بیاد یه کمک بکنه. کاوارو من الان خورد میکنم، خوش کردم، دارم خوردش میکنم. کاوارو فقط یکم ریز خورد میکنم که تو گلوم گیر نکنه. ساقشم خورم میکنم، ساقش خورم خودم خودم منم گوجه فرنگی میدم رو. بیا این بشقابا رو در بیار، میخواییم سفره بچینیم. آخه اینجوری که نمیشه. برای آقای مجید حتما بشقابا تخصص خودم بذارم روی سفره. بله بشقابا رو قیمه خانم گذاشته توی کابینت بغل یخچال، درسته؟ بله برای اخ چی شد؟ این صندلی همیشه میذاره عقب، خورد به کمرم. هیچ جای صندلی اینجا نیست که این در رو نگاه، دست میمارن، دست کثیف نگاه. این آقای مجیدی گل سرخی ها رو میخواین یا ربطرهای ها رو میخواین؟ گل سرخی ها رو. گل سرخی پخا دیگه. آره دیگه. کسا آبگوش خوری نیارم براتون؟ خب بیا برو وردار. من اونجا موقع مجیدی بگید کدومو بیارم؟ گل سرخی ها رو. نگاه که همه گل سرخی ها رو قیمه خانم گذاشته زیر این کاسه آبگوش خوری. 20 کاسه آبگوش خوری میچنده الان؟ این چقدر وزن شهر من نوردارم، همه کمر من میگیره. بزنه بعد نگاه کن، این اصلا حالت درستی نیست. بعد نگاه کن، این یه طبقه کابینت خالی، یه دونه گردو گذاشته اون وسط. حالا من اینو کجا بذارم؟ این رسه آخ اینو زمین تمیز باشه. ریوانم بیارم؟ بسیار جیگر آب میخوایم، لیوانا رو هم وردار بیار. ما بلند چیز لیوانای چیزا رو میارم، بلندا اون بالای چیز خوبه دیگه. این قرمزا رو بیارم. لیوان مهمونی که نمیخوام، لیوان معمولی. آره بردار میفهمم. آره من آبر این که تو پارچه بیارم یا این که تو بطریه رو بردارم بیارم؟ اون که تو پارچه بیار دیگه. آره همه یعنی آب سرد میخورن دیگه، یعنی من نیارم بعد یکی اون وسط بگیم آب سرد نمیخوام چرا چیزی آوردی اینا. میتونم برو دم یخچال بردار بیار. آره اینجاست. بله اینا بردستم، ولی فقط دستش. بابا این اینترنت ای میشه. ای بابا چیه؟ اینترنت ای میشه. دیگر یه بار فلایت مودش کن، برگرد 4G میشه. همین که هواپیمای چیزه، اون عکس هواپیمایی که بالا رو بزن آبی میشه، دوباره بزن سفید که شد اوکیه. مگه اون نیست که برای چیه هواپیما؟ مگه نباید باشه جیگر جات بده اینجا اصلا آنتن نمیده. باید جاتو عوض کنی یا وصل شو به اینترنت من. برا کلاغ دومتی عکس بعد چی شده؟ جان آقای خراب من چند دفعه به شما بگم عکس ناجور نفرست برای بچه من. ببینم خودم ببینم اول ببینم عکس خودشه که آخه آقا عکس خودشه، من ادیت کردم برای خودش فرستادم داشته باشه. چی میگی؟ این عکس خودته. بچه‌ها در میزنن. برا در میزنن. یکی بری در باز بکن. برا آقای ما گیر، من رفتم. بفرمایید. بریم بگیریم غذا رو بیاریم.
برا 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 سر مره کام سر رو نوتون مبارد سر سال به این سال رو هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز خوب هستی؟ خوب هستی خیلی زحمت کشیدید همه اینا همینه؟ نوشابه دوغ چی دارم؟ در دارم میزنم آقای ما اینو برا دارم حساب کن چقدر شد عزیزم؟ چی شده؟ چی شده؟ عزیز داره من نه دوغ فرستادی نه نوشابه فرستادی اینو اگه من بتونم این گیفه رو من بفرستم برای میس بابایی اینم سند شد یه تیک خورد ببینم کو دو تیک خورد دو تیک آبی شد همه بیان تو عکس بیا جیگر دور دوربینم دیگه من این ور باید بیا عجب گیر من از دوش من از دو یک بفرماد عجب عکسی شد داشت خراب تگم کن باشه داداش فقط ببین جان. اون که عکس پروفایلش پشماش کوتاه اون فن پیج جمعه عکس خودم پشماش بلنده باشه و یه پیام با پیجت میدی بیای بالا اینترنتی میشه آخر اینترنت بردار ها این نگاه بکن کشتمش این قورباغه انجبوجی با ماشین زدم بس آقای مسمار ببخشید یه بار دیگه به شوکری دو بزنید این مثل اینکه بقیه پولش کم این قضا رفت اینقدر نرفتین دم در قضا رفت میرتخان شما اینجا چی کاره ای؟ بگر... ما قبلش به شما گفته بودیم بگر قضا پا داره ببخشید آقای مهیری منظورتون متوجه نشدم یعنی شما من نرفتید دم در قضا رو گرفتیم چرا آقای مهیری من گرفتم برای شما خب میگیرم من بخوریم بذار اینجا بخوریم آقای مهیری بشقابا رو چه کار کردی؟ من بشقابا رو گذاشته بودم اینجا قضا رو گرفتم دوتا کیسه سفید بود اومدم گذاشتم این بارا بغل بشقابا من که وظیفم سالات بوده که وظیفمو انجام دادم اینها همشم خورد کردم آبم برداشتی؟ آب نخوریم یعنی؟ پس کوشون به من در درمتو دیگه نداریم نگه قضا مزار نداریم مگه اونا رو بذاریم کنار قشنگ کیا رو بذاریم کنار حواستون رو به من باشه منو میبینین قضا میخواین ما در خدمت شما هستیم بریم بشقاب بیاریم الان ما من و مادر جان قیمه میخوایم بریم خونه دوست پوری 100% وقت سبزی میرین اونجا پاک میکنی 100% یه حیات بزرگ داره آقای دجی یه دونه حوض اون وسط داره انقدر زیباست 36 تا خانومیم همه بین 60 تا 75 سال عالین آقای دجی خواب ما هر روز برای تک تکشون تعریف میکنم خب ببینم این سبزی میرین اونجا پاک میکنید این 36 نفر خانوم که محترم میشینن اونجا بعد این سبزی چی میشه؟ بسته‌بندی میشه چی میشه؟ سبزی رو پاک میکنیم، میشوریم، بسته‌بندی میکنیم، خشک میکنیم، نصفشو سرخ میکنیم، هر کی سهم خودشو برمیداره، یه دونه آش هم میخوریم، همه با هم شاد، بعد ما برمیگردیم خونه. چه خوبه، آره چقدر خوبه، این جمع خیلی خوبی هم یه استفاده میبرن برای منزلشون، بله خیلی فکر خوبیه. آخه اینقدر بشاشن اینا؟ اینقدر اینا فرزن اصلا انگار اینا 14 سالشون آقای دج یعنی از شما شادابترن باور کنید فرز اینا فرفره میمونه مادر جان قیمه اصلا نمیدونید اونجا یه جان تازه میگیره اصلا بین دوستاش جالبه صد آقای دج خواب منو من یادداشت کنم خواب منو من یادم نره بنویسم حتما که برای شما برگشتم خواب منو برای شما تعریف کنم چون این خواب خیلی مهم بود حالا یادت میمونه دیگه نه من دفترچه آقای دج هیچ چیز از ذهن من بیرون نمیمونه من یه دونه دفترچه قرمز دارم همه چی رو اون تو یادداشت میکنم آقای دج یعنی چی همه چی رو تو اون یادداشت میکنم دیدم تو شعر و اینا مینویسی درسته تو شعر مینویسم از پشت یعنی از سمت راست
از این بر به اون بر شماره تلفن، آدرس، حرکات رفتار شما، حرکات رفتار دیجی، حرکات رفتار فامیل دور. یعنی چی حرکات رفتار ما رو می‌نویسی؟ می‌نویسم دیگه. مثلا آقای را شما هر وقت داری با آقای فامیل دور حرف می‌زنی، شونه ایستم در راستش رو نگاه می‌کنی. با چشم می‌خوای حرف بزنی، صورتش رو نگاه می‌کنی. با نوک خراب حرف می‌زنی، اصلا می‌خوای بری آقای درج. آها. یعنی من چی کارا میکنم، مثلا چه جور رفتار میکنم، یادداشت میکنی؟ شما به همین که منو میبینی میگه چه خبر، چه احوال، چایی من کو، من چایی شما رو میدم، میگه یه مویز بده، یه دونه میدم، بعد میگه دو تا بده. آقای داد نشون به اون نشون، امروزم دو تا مویز خوردی. خوبه باتی. سلام علیکم. سلام علیکم آقای همساده هستم. خیلی خوش آمد. دست سرنوشت، ما باید تصادفاً بیایم اینجا احوال پرسی با شما هم موقعم، از قضا کت خانومم حضور داشته باشه، چه محفل قشنگی شد. صد درصد گل بود نیز به سبزا راسته شد. خوب هستی؟ که قربون شو کت خانم، ماشاءالله چقدر خوش بر رو، چه لباس سفید قشنگ، خالخالی قشنگ پوشیدین، مهمونی کیف سفید قشنگ انداختین. خواهش میکنم، داشتم تشریف میبردن برای مهمونی. مهمانی سبز سرخ کنی. بله مهمانی. به سلامتی، به سلامتی. آره. خوش بگذره. خوش بگذره. در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. برسونمتون. جدی دارم میگم، برسونم. آقای همساده، یه چیز خیلی جالبی که من کشف کردم این استش که کت خانم یه کار جالبی انجام میده. کت خانم همه کاراش جالب هست. حال شاید این کار جالب تر باشه، ولی همه این کاراش قشنگ و باسته جایه. نه جدی، یه دفترچه دارم، بعد توش الان میگفتش من همه ی حرکات و رفتارها رو توش مینویسم راجب به دیگران. مثلا بقیه، آره مثلا راجب من میگفت اینجوری هستی تو راجب فلان. این خیلی جالبه که اینقدر با دقت نگاه میکنی. راجب آقای همساده هم چیزی نوشته؟ بله، مگه میشه من راجب آقای همساده؟ اجازه بی تو همینجا رو من هضم بکنم. شما راجب منم چیز توی دفتر چون نوشتی؟ ست ست یه لحظه هضمش کردم، ادامه بدی. چی نوشتین راجب آقای همساده؟ مثلا من آقای همساده عادت داره که همیشه وقتی با شما حرف میزنه به قدم میزنه، سه قدم میره جلو، دو قدم یه نیم خیز بر میگرده، اینجوری به شما نگاه میکنه و بعد میگه روسو؟ جالبه، راست میگه. بعدم میگه جپاقلق دیدی بقلی دیبی جغلی بیدی جغلی. همینجوری گردش داشت. بهت من عزمش بکنم، قدم زدن اوی منم توجه کرده، بعدم رسول به زبون افور حزمش کردم، حزمش. خانم کتی، من الان سالهای زیادی از گرو رسول فکوسم، خوردمش تو 34 دانشگاه مقاله ISI دادم، ولی تو ای عمری که من از خدا گرفتم هیچ که اینجوری رسول از دهانش خارج نکرده بود. تبریک میگم بهتون، مبارکا باشه رسو. حالا من اینا که چیزی نیست، من حتی میدونم که شما دوتا کلیه و تحال و کبدم نداری آقای همساده. حالشو اینا را میدونی؟ ویسا چی شده؟ بذار حضب کنه. حضب میخوای بکنی؟ آقا جازت من یه لحظه ایچی باید هضمش بکنم، ممکنه هضمش یه خورده طول بکشه. این آقزه رو تمام سجایا و بقایای اخلاقی ما رو تونه تونه تو دفتر چش یاد داشت کردی، بنظرم این دختر رو مهر ما بده دلش ننشسته دیگه پیداش کردم اونی میگم شده. آقای همساده من که گفتم ممکن یه خوردی هضمش طول بکشه، آخرم هضم نشد. نشد؟ نه
من تو عمرم تا حالا کسی بهم توجه نکردم. بابا خیلی من به شما من اولین باری هستی که به من توجه کرده تو عمرم. حتی میدونم تمام بدن شما پلاتینه، یه دونه جای سالم ندارین، کلن داغونی. تمام پلاتینم، تلوی سفیدم، کبدم، کلیم، لوز المعدم فدای شما باشه. خواهش میکنم. نه نه، ایشون به توجه میکنه به همه، نه فقط به شما، به همه. نه یه دفترچه فقط برای من یاد داشتی، چی به همه؟ من تا به شما رسیدم دفتر تموم شد، مجبور شدم بفرمایی خط نوشته دفتر تموم شده به من رسید. آره دیگه، خب هر کسی بستگی داره چقدر پیچیده باشه یا ساده باشه. شما خیلی ساده هستی. من یه آدم ساده روتینی هم مثل مردم، ولی این خانوم رو من فوکوس هست، مشخص رو من مطالعه که میگم برو دیگه. نه آقای داش، آخه این یه لحظه باشه، من اینجا این موضوع شفاف سازی کنم، این آقای محترم خیالت بر نداره. چرا شفاف سازی کنم؟ اولا که آقای همساده خدمت شما عرض شود که بنده اصلا به روسو علاقه ای ندارم، من فقط بقراتو میتونم دنبال کنم و درک کنم مطالبشو. آقای همساده سب کنی من حزمش بکنم. صد در صد در خدمت شما هستیم. چه حزم میشه این بسیار بس سخت حزم میکنم. دختر پیدا کردیم که ما رو میخواد یاد داشت کرده، میگه من به روسا علاقه، از این طرف عشق و دل هست، از اون طرف مغز. ما را تون التفات نبودش به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. هضمش کردم، هضمش کردم، بدم هضمش کردم. شما فرمودی به روسو علاقه نداری؟ نه اصلا. توف دو رابطه که توش به روسو علاقه نداشته باشن. من 100 سال سیاهی رابطه رو نمیخوام. 1000 بقراط و سقراط و لقمان حکیم فدای روسو باشه. روسو در کتاب اعترافاتش میفرمانش یه پاقل جون پاقل شغل فقل بلیده توف دوی رابطه که شو فقل فقله. آقای مجری من از شما هم انتظار نداشتم. من تو چه موقعیت معلومه خیلی ناراحت هست، وقتایی که خیلی میخندن خیلی ناراحت هست. تنهایی با من عجین شده. آره. تنهایی میرم زیر گل. هیچکی هم ندارم یاد سر قبرم یه جمعی بذاره. نه کت خانم مطمئنم یه جوی بد قبرستونم میافتم. کت خانم منظور چیز نداشت، شما یه وقت داشتین بد برداشت میکردیم. نه من خوب برداشت کردم، من توف توش واقعا واقعا همیشه لحظه آخر یه چی پیش میاد که نشه. کاری نزنم که کام تمیز بکنم. نزنم. اینجوری خوبه با مغز بخوری زمین؟ مریضی؟ من مریضم؟ خواستم شلوار تو تمیز بکنم. مخواستم هم در بیارم. معلوم نیست کجا افتادی رو زمین؟ این چه چسب دارم؟ سر زانود اونجوری شده. تو سنانه؟ من سنانه؟ از کی هستی تو؟ من کی هستم؟ بچه پروه دیگه اون پسره. کدوم بچه پروه؟ نه تو رو که نمیدونم. کدوم بچه به؟ اونم نباید بهش بگی. چی هست؟ مثلا اگر بچه پروه باشه باید بهش چی بگم؟ ببین با یه نفری. نه ببین نگو، جواب منو مثل آدم بده. وقتی کسی بچه پروه چی باید بهش بگم؟ نه نکن کسی که بچه پروه ببین افتادی زمین، شلوارت گلی شده، بعد الان میخوای موضوع رو عوض بکنی؟ نه موضوع همونه، چرا دیگه بچه پروه؟ چرا دیگه میخوای موضوع رو عوض بکنی؟ نه خودم با یه کسی دعوت شده با من کلکل نکنم. با من کلکل با من حرف نزن. وقتی من دارم ازت حرف میزنم. خیلی خوب اصلا اصلا با من صحبت کن. اصلا نیمه من صحبت خیلی خوب واقعا واقعا حرف نزن. وقتی من جمله میگم حرف نزن. معلوم نیست با کی رفت آمد میکنه. همش صبح تشد دعوا با این بچه، با اون بچه، با اون بچه، با اون بچه، بچه. خب یه بچه اینجوریه. اون بچه اینجوریه تا قسم گفتم همش هرچی گفتی گفتم. پس دیگه با من کلکل نکنی. با کی دعوا کردی؟ با اون پسر بچه پروم. کیه؟ همین بابا که تو کولر سازی کار میکنه. کولر سازی کار میکنه؟ افتادم ندیدم.
تعمیرات میکنه بچه پررو ها. نمیشتسم نه. خب بیا تو محله بگو بچه پررو خودش میاد بیرون میفهمید. حالا اینقدر دیگه تکرار نکن دیگه. چی شد دعواتون شد؟ بابا این همش با من کلکل میکنه فکرانده کیه؟ سر چی کلکل میکنه؟ همیشه کلکل میکنه. آقا سر چی؟ سر خوردن کلکل میکنین؟ سر بازی کردن؟ سر فوتبال؟ سر چی کلکل میکنه؟ الان که جدیدن رفته یه دونه کولر گازی داشتم. خب اینا هم میخواسته بکنم تو پاچه یکی. نه این حرف درست نیست. میخواستم برای یه نفر بخرم. پاچه چی حرفا؟ پاچه چه؟ آره تو پاچه نه حرف خوبی نیست. هم تو شلوار هم تو کله پاچه. نه میدونم حرف خوبی نیست. میخواستم به یه کسی بندازن مثلا اینجوری. میخواستم بندازن روی یکی. آره آره. میخواستم روی یکی بندازن. میخواستم کولره رو به یکی بفروشه. میخواستم به یکی بفروشه ولی با بچه پر روی. خب؟ بعد این یه زن و شوهر جوونن تازه ازدواج کردن تماس آخه یه چی جالبه تازه عروسی کردن آخه آده منم نقل ریختم روشون تو میشناسی قشنگ آفرین آفرین چه خوبه ازدواج پسر میشناسم دختر رو دورا دور خب وقت کولر برای اینا داشته کولر میگرفته آره کولر برای اینا گرفته بعد کولر گازی گرفته بعد اینا هم بهش گفتم آقا اینا نمیتونن گفتن نه اشکال نداره بابا نگران نباس من نرق است به اینا میدم گفتم تو بیخود میکنی اینا دستاشون کوتاه جفتشون هم دوماده دستش کوتاهه یعنی دستشون تنگه نه دستاشون کوتاه به دهنشون نمیرسه همون یعنی وضع مالیشون هنوز خوب نشد نه دستاشون تنگ نیست چون اینجا اتفاقا انقدر مچش گنده است آقا ولی دستاش کوتاه به دهنش نمیده خیلی خوب از لحاظ اقتصادی هر دوتایشون کار میکنن یه یکیشون کار میکنه زن و شوهر جوونه خانم تو خونه کار میکنه آقای بیرون کار از اون جعبه ها درست میکنه جعبه درست میکنه آقا یه جا کارگره اونم کار میکنه همیشه دستاش گچیه آها گچکاره آفرین چه جاله آفرین خب کار دیگه کار خوبه هم میگفتش که این باید اینو بخرم من اینو اگه بخرم این استاد من خیلی خوشحال میشم این اصفهانیه؟ نمیدونم کجا تو اینا رو کجا یاد میگیری اینا رو اینجوری حرف بزنی من همه مدل بلدم بس که با اینا اون سر کله بزنی خب بعد اون وقت حالا این داده کولر گازی خریده برای اینا کولر گازی خریده خب بعد هم گفتم نکن اینا پول زیاد میاد پول برقش پول برقشون زیاد میاد الانم زیاد اومده اوه میدونی چرا؟ چرا؟ چون یه ساعتهایی میزنن که حتما ساعت پیک برقه ساعت مصرفه نه ساعت اگه گرمه میزنن میتونم برای گرمه میزنن یه ساعتهایی نباید بزنن چون خیلی پول برقشون زیاد میاد یعنی پول برقشون خیلی زیاد میاد یعنی انقدر زیاده که تو گفته خیلی زیاد میاد آره این اصلا به نظرم کاش که کولر آبی میخریدن آبی بهتر از گاز گازی خیلی برق پول مصرفه زیاده بعد بچه بیشعور بچه پررو بعد اون روز هر گفتم نفرش دیده این آدم بیچاره میشن بعد یه آدامس گذاشت زیده من نشستم رو آدامسه بله هنوز چسبیده؟ اونجاست بیار بکنه بکنه؟ بیار بکنه میتونه آخه خودم هر کار کردم نتونستم بکنم تماس تو چطور متوجه نم تو که حواست به همه چی هست چطور متوجه نشدی؟ وایسا نه پشت تو بکن بچه پر رو ببینم آره چکم کنم چسبیده دیگه دست بت... این که اینجوری فایده نداره دست نزنم نه اینجوری اصلا فایده نداره چطور اینو باید در بیاری شلوار تو در بیاری شلوار ما در نمیارم باید در بیاری ما در نمیارم فکر تو کی باید یه شلوار بابا کل کن نکن خیلی خب یه شلوار میگه میپوشی یه شلوار اینجوری میگیرم میزنم اون اینجوری میگفت منم میدونی چیکار کردم رفتم پونز گرفتم چند تا گذاشتم صندلش خب این کار خوبیه هنوز دارم میدو کار خوبی نی همونجور دارم با پونز میدو تماس الان من میتونم بذار یه چیزی برات بفرستم بذار سب کن چی برام بفرستی؟ بذار اینجا اسمس بفرستم اسمس بلدی؟ نه
فقط تو بلده. همه چی بلده. برون اومد. آره. این چیه؟ این قبضه برقشونه. افتاده. اینا ببین. قابل ندارم. اینا کولر گازی مصرف کردن. پول برقشون خیلی شده. اشکال یه چیزی ندارم. از من گوش بده. از من ببر به اون آقای بگو. به اون خانم بگو. خب؟ خب. بگو درجه کولرتونو. رو 18 گذاشتی اینو بعد بکنید 24. اونو بذار بالاتر کمتر میشه پولش. آره کمتر میشه چون خونکیش کمتر میشه. ولی دیگه هوا خوب دارن تو خونشون. برعکسش میشه. برعکسشه. 18 نذارم بذارم 24. فهمیدی؟ آره فهمیدم. میذارم اونو 24. اسم این دوستت چی هست؟ اسم این دوستت که باش همش کل کل میکنی از باشی؟ بهزاده. بهزاده اصلاً یه... به نزاده. از مادر نزاده. این بهزاده از مادر نزاده. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب الان که اینجا نیستش که. یه روز بیار اینجا من باش آشنا بشم. آدم سن بگیرم بذارم زیرش. آدم شروع بگیری بخواه پذیرایی بکنی. تماس تماس بله بابا اگه من بخوام این قبضه رو تو پرداخت کنم خب چی میشه؟ نه میخوام نم اگه خیلی میخوام بگی بابا تو دهن من از این حرفا بزنی که خودم پرداخت میکنم. نه ولش کن خودم وقت... پرداخت میکنم. آخه یه وقت اونا ناراحت نشه. مگه مرزم ناراحت. نه اونا مثلا من قبضه رو بپرسم شاید آقای ناراحت بشه. نه دیگه حالا این ماه پرداخت کنم من این برم کلرشون رو عوض کنم دیگه ماه بعد خودشون بدم. آره افتادم. پس بگو اصلا قرض بگو خودم پرداختم نگو من دادم. من مرزم اینقدر پول پرداخت کنم کجا بیارم؟ بگو قیمه. ندارم ندارم آقا ندارم. بچه بگو قیمه خانم پرداخته. قیمه رو دوست دارن باش مشکل نداره. آبا قیمه بگه نمیتونم بگو قیمه. آره اونم باش مشکل نداره. باشه هیچ که با قیمه مشکل نداره. نه قیمه رو همه دوست دارن. آدم ها وقتی پیر میشن آدم ها بیشتر دوستشون دارن. بله چون قشنگ همه حرفاشون قشنگه. حرفاشون به درد میخوره. بس من که پیر میشن تو؟ تو الان پیری دیگه. من پیرم؟ الان پیری. کجا هم پیردم؟ الان 100 سالته. من 100 سالمه؟ بله. از تو هم پیرترم؟ خیلی پیری هستم. آه. آره. در خدمتتون هستیم. تو نوه من باش. حالا من نوه تو هستم. برو ببرمت پارک. منو میبری پارک؟ پول میدی برات اسباب بازی بخرم نوه عزیزم. من پول بدم به تو که به بزرگتر بنی؟ نه پس من پول بدم. اسباب بازی هم برات هم من پول بدم هم اسباب بازی برات بخرم. آره دیگه بزرگتری دیگه. چون بزرگتره سخته. خیلی سخته. خیلی سخته. قربونت برم. تو بزرگتر منی. من کوچیک شما. من نوکراتم. من چاکره. من خاک پای زیر پاتم. من هم خاک پای زیر. من پاتو وردم. پاتو وردم. پاتو وردم. پاتو وردم. اینا شنیدی. از اینا شنیدی. از اینا شنیدی. خسته ای خوابت میاد میخوای بخوابی بعد میبینی که این وضعیه که ما اینجا داریم که من نمیدونم چی کارش بکنی. چرا اینجوری کردین اینجا رو؟ آقا مجری راحت بخواب که ما دو تا اینجا بیداریم. ما بیداریم برای بچه باید بخوابه الان. خواب باید میبینیم. آقای مجری امشب این بچه نباید بخوابه. برای امشب این گر پسر من نباید بخوابه. بزرگ شده پسر من. آخه چی شد یهو بزرگ شد؟ یهو بزرگ نشد آقای مجری. طبق تاریخ دوری اگر حساب بکنی الان دیگه به سنی رسیده که میشه مسئولیت درو به این بچه داد. اما دیگه بزرگ شد سیبیل درو بردن. بله بزرگ شدی تو. بله مادر بزرگش اولین مسئولیتشو براش فرستاده. مسئولیت چی فرستاده؟ بزن در قشنگه رو تق 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 خودتون میزنید آخه چه اینجوری میکنید؟ این یه رسمه آقای مجری. چی شدی؟ یه رسمه. این بچه که یه سن از چیز در میاد میگن از آب و گرد در اومد. آب و گرد در اومد.
کردم. وقتی که از آب و گل در میاد اولین مسئولیت رو مادر بزرگشون بهشون میده توی دور. مادر بزرگش الان اینجاست؟ نه مادر بزرگش فرستاده دیگه، پرومپه فرستاده براش. چی فرستاده؟ پرومپه. پلومپه چه؟ پلومپه نخوره آقای مجری، کلوچه سنتی دور آقای مجری. کلوچه سنتی دور پلومپه؟ برای در دو قروی من، شما چطور تا حالا پلومپه نخوردید؟ نخوردم، نمیدونم. حالا براخره بیاد که شد میخوریم با هم دیگه آقای مجری. خب بیا ببینیم بخوریم. نمیشه آقای مجری، پلومپه، الان پلومپه دیگه. پلومپه؟ چنه روشن؟ یعنی چی پلومپه؟ رسمی قشنگ توضیح بده. برا پلومپه آقای مجری یک شیرینی سنتی هست که مادر بزرگا از کردم اینا با سختی و مرارت زیاد توی دور درست میکنن. توی دور درست میکنن. بله. پسراشون که به سنی میرسن اونو بهشون میدن. منو میگه، منو میگه، منو میگه. اینا دارم میگم. این گور پسرمو دارم میگم. خدای ممنون قربان. این شیرینی آقای مجری از گندم مخصوصی درست شده. خب. گندمی که سارها توی سیرو مونده. سیرو که میدونین چیه آقای مجری؟ بله بله. قفس چیزایی که مخازن گرم. بعد میرم آردا رو گونی میکنم، میان آب میریزن روش، خمیر میکنن، میان رق میکنن، میان میگن که با شعر مخصوصی داره، با هم دیگه با هم میان آرد میکنن، میگن دارا 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 کی کی دارا 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 مام بخور بودش برا بود دارا دارا. بعد خلاصه آماده که شو قربان یه خدا داره میاد. چی شده؟ خطر نزدیک. از کدوم؟ آفرین آفرین آفرین. بعد آقای مجری اینو خمیر که آماده شد روش آرد میریزن، پارچه میزنن. آقای بزرگ خانواده و هر کسی که تو خانه پسرای قبریشون که هیکری هستن میگن بیا بشینن روش. بشینن روی خمیر؟ بره بشینن روش. خیلی بده کار بعدی. نه آقای شما چرا فهم میکنین همه ما غیر بهداشتی داریم میسازیم؟ میخوای یه جوری از همین الان مقدمه گیری کنی نخوری ها؟ قربان خودت رو ناراحت نکن. رو خمیر کسی نمیشینه. نه اول آرد میریزن که نچسبه، بعد یه مرافق قشنگ میندازن روش، یه مرافق قشنگ انداختن، بعدش روی اون فرش میندازن، روی فرشه یه پشتی اینوری میذارن، یه پشتی مثل رورای در باز میکنن، آقای خانواده و همه گردن کرفتا میان میشینن روش. بعد چند نفر رو که گردنشون نازکتره باید برن اون ور در قق بازی برای اینا در بیاره جوک بگن رتیفه بگن اینا میخندن. وقتی که میخندن من چجوری بودم؟ این شکماشون که بارا پای میشه وزن بیشتری منتقل میشه به خمیر، خمیر ورز میاد، به استرام میگم ورزیده شده. چشو شدی؟ برای که باید درزیده بشه دیگه. بالاخره حالا اصطلاحات دوری شما مطالعه نکردید. اینو وقتی که آماده شد میذارن تو آفتاب پخته میشه رو پشت بوم. وقتی که اونجا پخته شد من سرتون رو در نیارم میرم میذارنش تو قار. قار؟ یه مدتی باید بمونه قشنگ بیات بشه. قار؟ چی شده؟ شما میری تو قار یعنی؟ برا میره بزرگ خاندان، بزرگ خاندان که من باشم آقای مجری میره میذاره ته قار، یه قار وحشتناک پیدا میکنه میذاره که قشنگ بیات که بیات باید این قشنگ صفر بشه دیگه، چون وقتی میخوری باید توی گرو قشنگ خش بندازه گیر کنه پلومپه دیگه، باید گروی تو رو پلوم بکنه که بدونی پشت در بسته بوده یعنی چی. باید لای دندونا گیر بکنه که بدونی لای در چیز گیر کردن یعنی چی. باید این آرداش توی دماغت بره کیپ بکنه که بدونی در دماغ بستن یعنی چی. آفرین رئیس. حالا آقا مجری قار نبود این داروور، من نزدیکترین چیزی که پیدا کردم یخچال بود، اینو گذاشتم اینجا که قشنگ بیاد بشه. این بچه باید نگهداری کنه از انواع اقسام موجوده. من الان چجوری هم؟ من الان چجوری هم؟ تو الان مثل این نگهبان گور میمونی عزیز در من. فقط بگم بهت ممکنه که ببین توی این غار ممکنه با چیزای وحشتناک روبرو بشی ها. من خودم بچه که بودم باور نمیشه، من خودم بچه بودم تمساح اومد. اصلا انتظار تمساح نداشتم آقای مجری. ما تو دور نه رودخونه داریم نه چیز آبکی داریم، تمساح اومد. انقدر که این شیرینی بویش زیاده همه چی میاد، شیر میاد، برق میاد، پره میاد، تمساح بوی تمساح داره. بوی تمساح افیره افیره آقای مجری. فامیل دور، فامیل دور. اینا این این شیرینی رو شنیدن، میخوان شیرینی بخورن، بهشون بده برن بخورن تموم بشه بخوابن. دری من خواب بودم، شیرینی اومد تو خوابم، یه کوچولو بده بخوریم بریم. عزیز در من، تو که با این آیین آشنا هستی از من نخواه که بیام رسم دیرین دور رو بخوام بشکنم. دیرین دور گرفتار. آقای مجری آخرین بار که این رسم شکسته شد میدونی چی شد؟ چی شد؟ دور به دو بخش دور و دورتر تقسیم شد. دور و دورتر.
دیوار دور رو کشیدن آقای مجری، از اونجا اصلا نزاع افتاد، اختلاف افتاد، گفتن این اگر مثلا یه ذره بخوریم چی میشه، اگر مثلا تازه است بخوریم چی به میشه؟ من ربطی نداره تاریخ دور، من میخوام بخوابم. بره میخوام لطف بکنی شما اون در رو باز کنی، این شیرین رو بدی به این بچه ها بخورن، اگر نمیدی من برم یه شکلاتی چیزی بیارم بدم به اینا بخورن، اینا برم بخوابن. من اصلا شکلات اینا نمیخوام، من فقط این گفتی که اینا، من فقط میخوام یه لحظه ببینمش، من صبح کار دارم، کار دارم، هیچ که حق ندارم. یه کوچکویی بدین منم بخورم. نه نه نه، مگس اصلا نبر روی بشینا، واقعا غیر بهداشتی آقای مایلی، من از من نخواهیم، از رو رش رو برد بشه کسی بدارم مگس رو شیره روی بشینا. آقای فامیل دور برد من میتونم چی هست مگه اون؟ ما یه دونه شیرنیه دیگه، ما میانبر درست میکنیم تو شمال، پر گردو و پسته، اینجوری غل زنجیر نمیکنیمش، اینجوری غل زنجیر نمیکنیمش. من فقط میخوام اینو ببینم بعدش بیرم اصلا بگیرم بخوابم. هر کی میخواد ببینه بیا بره تو غار. اگه اجازه بدید من بررسی‌های خودم رو انجام بدم. لحظه اجازه بدید من الان میرم سمت در. خیلی خراب میدهشون. اینو کشتش کن. اینو کشتش کن. اینو کشتش کن. دور زن. آخ. بزنه. 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 آفرین. آفرین. داره شروع میشه. آقای مایی. شروع داره اثر میکنه. بزنش. الان بشه ببخشید. من وقت برنامه هم تمام شد. من میتونم اصلا این سوال بپرسم الان. شما الان من اینجا بودم شنیدم که داشتی حرف میزدین چیز کو میکردین. الان این شیرین مگه یخچال همه چیو تازه نگه نمیداری؟ این بیات نمیشه تا فردا. بیات نمیشه. بیات نمیشه. بشار لب پنجره خوش بشه. راست میگه، این حرف درستیه. آقای مایی واقعا راست میگه. آقای مایی آیگی با اینکه خره ولی خیلی فکر خوبی. جیگره میگه اگر اینو که توی یخچال بذاریم تازه میمونه. آره دیگه راست میگه. ولی خبر نداره این تفرقه، من یخچال رو به خاطر همین از برق کشیدم. این جان چطور شده؟ آقا اینا مثلا جوجا همین این مرغا همین قازه مرغونا جوجه میشن اون تو. مرغونا جوجه گرام. ببخشید الان شما چه عرضی کردید؟ گفتید که یعنی کشیدن چی؟ یخچال برق کشیدی؟ برق. بعد ببخشید محتوایی که توی یخچال بود و این چیزایی بود اینا چیکار کردین الان؟ به یخچال دیگه منتقل کردی یا هنوز همون تو هست؟ نه همه محتویات غار توی غار هست. موجوده. ببخشید برق. من سوست دارم تو یخچال. من تو یخچال سوست دارم. سوست داره بیا بردار. اگه مردی بیا بردار. یعنی حتی کاو کلم کرفش هم اون تو هست. بره. خراب شده الان اون تو. الان دیدن شده. باشه من آماده باش. آیا محتویاتی که در یخچال بوده از جمله پنیر بره به یخچال دیگری منتقل شده یا خیر؟ سوسو منتقل نکرده، پنیر تو رو منتقل بکنی. من میگم فامیل دور این یخچال رو بزنیم به برق قشنگ، اون چیزی که حالا برای شما هست بیار بذار بیرون که بیات بشه. بله بله. ما در حقیقت یه شیرینی بدیم این بچه ها بخورن برن کپه برن بگیرن بخوابن. سوسو منتقل شد. آقا بردارم من صبح کار